درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز دوشنبه است و در روزهای دوشنبه همونطور که مطلع هستید به مدت یک ساعت و نیم در خدمت شما بوده ایم. تا یک چند هفته به مدت یک ساعت خدمت خواهم بود، بعد بازگشت خواهیم کرد به برنامه عادی. معمولا ما یک قطعاتی ادبی میخوانیم. اجازه بفرمایید خیلی سریع یک داستان زیبا برای شما بخوانم از گلستان سعدی و چند بیت که از شاهکارهای ادب پارسی است، و بعد برمیگردیم سر موضوع. مطلب بسیار مهمی رو امروز مطرح میکنیم خدمتتون. میفرماید: بر بالین تربت یحیای پیامبر علیه السلام معتکف بودم در جامع دمشق، که یکی از ملوک عرب که به بی انصافی منسوب بود اتفاقا به زیارت آمد و نماز و دعا کرد و حاجت خواست. درویش و غنی بنده این خاک درند، و آنان که غنی ترند محتاج ترند. این از اون مساری است که در حافظه ملی نقش بسته است: آنان که غنی ترند محتاج ترند. اونگه مرا گفت: از اونجا که همت درویشان است و صدق معاملت ایشان، خاطری همراه من کنند که از دشمنی صعب اندیشناکم. درویش میگوید برای من دعا کنند، یه دشمن خیلی صعبی من دارم که ازش میترسم. گفتمش: بر رعیت ضعیف رحمت کن تا از دشمن قوی زحمت نبینی. به بازوان توانا و قوت سر دست، خطاست پنجه مسکین ناتوان بشکست. نترسد اون که بر افتادگان نبخشاید، که گر ز پای در آید کسش نگیرد دست. هر اون که تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت، دماغ بی خوده پخت و خیال باطل بست. ز گوش پنبه برون آر و داد خلق بده، وگر تو می ندهی داد روز دادی هست. بعد این ابیات بسیار بسیار مشهور در جهان: بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. نفرمایید اعضای یک پیکرند، چون این مسبوق به سابقه است. این سخن سعدی بعضی میخوانند بنی آدم اعضای یک پیکرند، خطاست، بنی آدم اعضای یک دیگرند. خب میگذاریم. دوستان، ما خدمت شما به کرات و مرات داستان مدینه رو عرض کردیم که در اونجا چه کسانی میزیستن. به سرعت تکرار میکنم، چون جناب آقای سروش در یک سخنرانی شک کردند و تردید ورزیدن در قتل عام بنی قریظه، و من میخوام امروز عرض کنم که با مدد گرفتن از ویدیوی خود ایشان به شما در واقع ثابت کنم که نه اون چنان است که جناب آقای عبدالکریم سروش گفتن. ایشان مرد فاضلی است، مرد محترمی است، ما برایشان احترام بسیار داریم، اما به هر صورت خطا خطاست. اجازه فرمایید که عرض کنم خدمتتون، مدینه میدانید که در شمال هست، و یعنی جغرافی عربستان رو بگیریم، در کنار دریای سرخ، نزدیک دریای سرخ، بحر احمر. مکه در جنوب، در سر راه تجاری که میآید از یمن و خلیج فارس، در واقع مال و تجاره ها میآمد، بر شتران بار میکردن، به مکه میآمدن و از کناره دریای سرخ به شام میرفتن، و در اونجا مال و تجاره ها به فروش میرفت و خریدها میکردن و بر میگرداندن. و اهمیت مکه هم همین بود که در واقع بر سر راه کاروان بود، و عرض کنم که اینها پولها می گرفتند و کسب و کارها داشتند. این قبیله قریش به خصوص اونجا که قوی پنجه ترین قبایل بود،
این وضعیت جغرافی بود. در شمال که مدینه باشد، ما چند قبیله یهودی داریم. این قبایل یهودی عرض کنم که در حمله‌ای که رومی‌ها کردند به اونجا، اینها مهاجرت کردند. همون حمله‌ای بوده است که معبد بزرگ رو خراب کرده است و اینها، یه بخشی از اون معبد هنوز برجاست، مهاجرت کردند. در مدینه ساکن شدند. و یک قبیله هم بود که در خیبر ساکن بود که طبری میگوید 3 روز راه بود تا خیبر. قبایلی که در مدینه بودند، قبیله بنی مستلق، بنی قینقاع، بنی قریظه و بنی نظیر بودند. اینها یهودی بودند، چند قرن با اعراب زندگی کرده بودند. 2 قبیله اوس و خزرج در اونجا زندگی میکردند. اینها اونقدر مانده بودند و با اعراب آمیخته بودند که اساساً این قوانین تورات و عرض میشه بعد داستانی مثل سنگسار و این قوانین رو این عرض میکنم که فقه رو فراموش کرد. نامهاشون هم عربی بود دیگه، اینها چیزی یادشون رفته بود و این نبود که مر به مر تورات رو اجرا کنند و اینها، کما اینکه در یک مورد زنا به عنوان مثال نمیدانستن چه بکنن، آمدن پیش رسول گفتیم بریم پیش محمد امین و گفته است آقا فوری سنگسارشون کنین، مگه تورات نخوندین؟ سنگسار کنین. باری وقتی که پیامبر اسلام مهاجرت کرده، مهاجرت که چه عرض کنم، فرار بوده، الفرار مما لا یطاق من سنن المرسلین، فرار بوده. خب خیلی خوب مهاجرت کرد. یهودی ها ابتدا پذیرا شدن، مناسبات خوب بود. اینها رفته رفته این یهودیان دیدن که آقا اینجا شده کمپ نظامی، کمپ داعشی شده، هر روز یه تعداد سر بریده دست این مسلمانان میان، یه عده هم اسیر کردن انداختن جلوی این شتران و برده فروشی و آدم کشی و این داستان ها را افتاده. از سوی دیگر دیدن که حضرتشان تاریخ یهود رو مصادره کرده است به نام خود وجود شریف خودشون، برادرم موسی، برادرم مسیح. اصلا این قابل قبول نبود برای مردم یهودی که تاریخ و فرهنگشون چیز دیگری بود و یک غیر یهودی بیاید و بخواهد مصادره بکند. اینها روی برتافتند، حضرت هم از ایشان روی برتافت. در اکرام و اجلال این یهودیان اونجا سخنان هست، آیات قرآنی هست، اینها که بارها خدمتتون خوندم بعضی از اینها رو. و یک قبیله بنی قریظه ما داریم اینجا که اینها عهد بسته بودند که در صورت جنگی بشود و اینها کمک بکنن به رسول. و وقتی جنگ خندق انتقاد اتفاق افتاد که اصطلاحا به زبان انگلیسی میگن Battle of the Trench یعنی جنگ خندق اتفاق افتاد، اینها با دشمنان پیغمبر در واقع همکاری داشتن. این است که بعد از رفتن ابو سفیان، که البته جنگ اونچنان اتفاق نیفتاد که 2 نفر کشته شدن، داستان عمرو ابن عبد ود مشهور هست، و بعد رفتن و اینها رو گرفتن. 750 نفر مرد بودن، جوانها بینشان بود و یک زن، اینها رو گردن زدن. جمعی در واقع مورخان اسلام به اجماع این داستان عرض کنم که بنی قریظه رو آوردن. اون قبایل دیگر مثل بنی نظیر و بنی مستلق و بنی قینقاع و اینها، اونها رو هم اموالشون رو گرفتن و اونها رو تبعید کردن، نکشتن. گفتن این جنایت جنگی بوده و این در خیانت بوده و اینها رو 2-3 روز گرسنگی دادن. بعد قضاوت رو گذاشتن به سعد ابن معاذ که یکی از بزرگان همون اعراب بود در اونجا. سعد ابن معاذ گفت اینها رو ما باید گردن بزنیم. پیامبرم دعا کرد در حقش که قضاوت تو قضاوت حق بود و درود بر تو، درود فرستاد بر سعد ابن معاذ، در حالی که دستش هنوز خون می آمد از درگیری با یهودی ها داشته بود، یک تیر زده بودن هنوز دستش داشت خونریزی داشت. اینها باری اینها رو آوردن و زنانشون رو گرفتن و عثمان همونطور که عرض کردم پیرزنها رو می گرفت
گفتن ای عثمان زنای زیبای یهودی‌ها رو بگیر. گفت نه شما خبر ندارید، اونا چیزی بهشون آویزون نیست. نگاه کنید چه میزان طلا و احجار کریمه در واقع زینت دارن و زیور دارن. اینا رو زنا رو گرفتن، بیچاره‌ها رو، اینها رو آوردن در بازار مدینه، چند گودال کندن. و طبری میگوید و حضرت زبیر ابن العوام و علی ابن ابی طالب را فرمود تا شمشیرها برکشند و آنها را گردن زنند. و گردن زدن نه چنان است که آقای سروش فرمودن که چند دقیقه طول میکشه، نه، دست بسته یه ضربت تمام شد، زدن گردنها اینها رو و کشتن این یهودیان رو. و یکی از کارهای فجیع بوده. من حقیقت رو به شما عرض کنم هموطنان، من خب ما بچه مسلمانیم و بچه شیعه، عرض می شود که مسلمان علاقمند به تاریخ اسلام بودیم، بچه بودیم. من 14 سالم بود این قاستان رو که خوندم، نه دیگه فتوت علی برام دیگه معنی داشت و نه اسلام. رویگردان شدم، من 14 ساله رویگردان شدم که این چه جنایت مهیبی است انجام گرفته توسط پیغمبر خدا و چگونه فتوتی میتواند داشته باشد کسی که این تعداد آدم رو گردن بزند و شب سر تا پا غرق خون آدم ها برود به منزل. این رو من نتوانستم با همون ذهن نوجوانی برای خودم حل بکنم و رویگردان شدم. بسیار بدم آمد از این داستان و منزجر و متنفر شدم از این خشونت و این کار غیر انسانی. و این داستان در همه کتاب ها هست. حالا آقای سروش میگن که 150 سال بعد نه چنین است که فرمودید. عزیزم ببینید، این کتابی که دست من هست قدیمترین تاریخ اسلام هست، این سیرت رسول الله است از ابن اسحاق و در اونجا به تفصیل آورده. قطعاتی از این رو براتون میخونم. پیش از این که من وارد به این مطلب بشوم، اجازه بفرمایید ما به سخنان جناب آقای عبدالکریم سروش توجه کنیم و برمیگردیم و من از تاریخ طبری، یعنی تاریخنامه طبری و سیرت رسول الله برای شما استدلال ها خواهم کرد که فرمایشات ایشان ممکن است که دارای خطا باشد. سپر جان لطفاً فرمایشات آقای سروش رو پخش کنید. سر دین رو فقط به عاشقان نمیتوان سپرد، به غیر عاشقان، به ناباوران هم باید سپرد، چون اونها گفت از صحبت دوستی برنجم که اخلاق بدم حسن نماید، عیبم همنه رو کمال بیند، خارم همه یاسمن نماید، کو دشمن شوخ چشم چالاک تا عیب مرا به من نماید. انسان گاهی دشمنم لازم داره حداقل برای خودشناسی، چون دوست شما یا عاشق شما همه چیز رو به شما نمیگه، اصلا همه نقصان رو در شما نمیبینه که بگیره شما. اونی که مخالف شماست یا بگیم دشمن شماست، اون بهتر عیبای شما رو فاش میکنه، میبینه و به شما هم میگه. حالا در عرصه دینشناسی هم واقعا همینطوره. گاهی ناباوران، دگراندیشان، اینا نکته های رو میبینن، عیبایی رو، نقطه های سیاهی رو، خلل هایی رو که مؤمنان نمیبینن، و بنابراین ورودشون در این عرصه ورود مبارکی است و میتونن چیزایی رو به ما بیاموزنن. تحقیقات مورخین، مستشرقین خیلی چیزا رو نشون داده. خب ما اینو خودمونم میدونستیم، اما خب دیگه امروز بسیار برای ما روزه. ببینید اولین بایوگرافی پیامبر اسلام 150 سال پس از وفات ایشون نوشته شده، اولین بایوگرافی. بنابراین فاصله زمانی 150 سال فاصله کمی نیست. و اون وقت در این 150 سال در حافظه مردم، در خاطره جمعی مردم، چه گذشته، چه چیزهایی پس رفته، چه چیزهایی پیش آمده، چه نقطه‌هایی روشن شده، تاریک شده، برجسته شده، فرو خفته، اینا دیگه خدا میدونه چه اتفاقاتی افتاده. ولی همینقدر ما میدونیم که واقعا اگر حسابش رو درست برسید، قرآن شاید اون چی که در قرآن آمده شاید دقیق ترین بایوگرافی پیامبر باشه، که البته بسیار هم اندکه چون اون کتاب بایوگرافی نیست. بقیهش اون چی که ما داریم همه رو باید با دیده تردید نگاه کنیم، مگر اینکه قرینه های قوی داشته باشیم بر صحتشون. واقعش اینه،
همچنین از مسائل معجزاتی که برای پیامبر میگن، برای ائمه میگن، اینا اغلبش افسانه هایی است که ساخته و پرداخته شده. ابن خلدون یکی از بزرگترین دانشمندان اسلامی و مورخ، ایشون میگه پیامبر اسلام دو تا معجزه بیشتر نداشت. یکیش قرآن بود، دومیش هم عبارت بود از متحد کردن قبائل عرب. این قبائل عرب که این طور سر و روز دو شب روز و شب تو سر و کول هم می‌زدن، دائما در جنگ بودن و خون ریزی بودن و آدم کشی، پیامبر معجزه‌اش این بود اینا رو به هم آشتی داد و از اینا یه قوم متحدی ساخت. و واقعا همینه، ما هرچی هم تو کتابا بخونیم نمیتونیم بفهمیم که اون روزگار و اون آدم کشی و اون جنگای قبیلگی چجوری بوده. ببینید یک عالم دینی در واقع همینو داره به ما میگه، میگه بیشتر از این دوتا اصلا اعتماد به معجزای دیگه نمیشه کرد. یکیش که الان پیشمونه که قرآن باشه، یکی دیگه‌ش هم که خب یک اتفاق تاریخی است که تاریخ به او گواهی میده. همین. لذا ببینید من خودم اصل و قاعده‌ای که خودم از او پیروی میکنم این است، با تمام روایاتی که بنده روبرو میشم اصل رو بر این میذارم که باطل است، مگر اینکه دلیلی داشته باشم که درست است. بنابراین بسیار بسیار اصل حذفی است و دیگران هم، یعنی آدم در مقام تحقیق هم باید همین طوری باشه. خیلی از چیزا لذا مثلا من دیدم میومدن، بسیار من مواجه بودم با این سخن که پیامبر اسلام روز پس از جنگ بنی قریظه دستور داد که 700 نفر از یهودیان رو در جا بکشند و حضرت علی هم شمشیر کشید و 700 تا رو اونجا کشت. من به کسانی که میگفتم شما واقعا یقین دارین اتفاق افتاده؟ کدوم تاریخ مطمئنی این رو نوشته؟ چند تا راوی داشته این مطلب؟ به شرایط این کار شما نگاه کنید، 700 تا آدم رو هر کشتن هر یکی یه دقیقه هم طول بکشه 700 دقیقه فیلم میشه. مگه میشه همینطوری به این راحتی آدم کشت؟ منتها بعضی ها در قبول بعضی از امور که به نفعشونه، یعنی فکر میکنن به صورت سلاحی میتونن در دست بگیرن، میتونن راحت اون رو بپذیرن و استفاده. خب اگر اینجوری شما تاریخ رو میخواید قبول کنید، این همه معجزه راجع به پیغمبر گفتن، اونا رو هم قبول کنین دیگه. اگه بناس همینطوری بی تحلیل و بی تحقیق، بدون بررسی، بدون وساقت، بدون استناد محکم آدمی حرفا رو بپذیره، این همه سرتاپا این کتابا اینقدر معجزه برای پیغمبر نقل کردن، برای امام علی نقل کردن، از اینکه مرده زنده کرد، از اون بپذیرید دیگه همه اینا رو. یا همه اونجور چی، همه اونا فرقی نمی کنه. شقال قبر البته هیچ معنوش معلومی نیستش که این اتفاقی افتاده باشه، تفسیر اون آیات قرآن رو جور دیگری کردند. بله، منظور من این است که در مورد روایات تاریخی، حکایات تاریخی بسیار باید سختگیر بود و این هم برای مسلمان ها خوبه، هم برای غیر مسلمان ها. و خوشبختانه در اورینتالیزم، یعنی شرق شناسی، امروز این نکته خیلی خوب مورد توجه قرار گرفته. من تعجب میکنم الان توی جهان اسلام بایوگرافی هایی از پیامبر اسلام مینویسن چندین جلد، من نمیدونم از کجا میارن. یعنی واقعا ما از نظر مواد تاریخی از این جهات خیلی فقیریم و سخن یقینی روشن و محکم گفتن در این زمینه ها خیلی سخته، خیلی سخته. و به اون اسناد تاریخی باقی مونده که مال سالها پس از وفات پیامبر استناد کردن، خب جرأت زیادی میخواد. باید خیلی سختگیرانه در این زمینه بود، هم از هر دو سو، چه اون چیزای پازیتیوی. بله، شنیدیم فرمایشات آقای سروش. در این که ما بایستی تردید کنیم و بایستی تحقیق کنیم و به دیده تردید بنگریم و اسناد و مدارک رو کنار هم بگذاریم، تردیدی نیست، حرفشون درسته. اما وقتی اجماع مورخان به امری اشاره کردم، این نکترم اضافه کنم که قضاوت در باب تاریخ البته بسیار مشکل است و بهترین مورخ و بهترین مورخان می تواند چیزکی در باب چیزها بداند. اون کسی که مدعی باشد که همه چیز رو در باب یک چیز می داند، که در
گذشته اتفاق افتاده، این مغالطه است، بهش میگوین مغالطه بیکن، اشاره است به فرانسیس بیکن. حالا بحث این رو در بحث مغالطات آوردیم خدمتتون. اما یک امری این چنین و یک جنایتی این چنین چیزی نبوده است که بشه بعد اون رو پنهان کرد و بشه بعد دروغ گفت. و خدمت شما هموطنان عرض میکنم که جناب آقای سروش که بسیار 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 مرد محترمی است، ایشون از متکلمین است. سروش رو من متکلم میشناسم نه فیلسوف. متکلمین، خب ما محمد ابن زکریای رازی رو داریم که فیلسوفه و همه میدانند، و امام المشککین فخر رازی رو داریم که اون متکلمه. متکلمین رفتن شیوه های استدلال رو، استدلال های عقلی رو یاد گرفتن که بتوانن در واقع قضایا و مسائل دینی رو در مقابل حریف به اثبات برسانن. مثل امام محمد غزالی طوسی. غزالی فیلسوف نیست، غزالی بزرگترین متکلمان هست. امام الحرمین، سایرین، همین فخر رازی، اینا متکلمین هستن. اینها در واقع از استدلال‌های عقلی و منطق برای اثبات امور دینی استفاده می‌کنن. در تاریخ مسیحیت هم از اینها بسیار داریم. حالا من نمی‌خوام بشینم اینجا اسم ببرم از متکلمین مسیحی. متکلم است، وجود شریف ایشان از متکلمین هستن، عرض می‌شود که. و در این باب می‌فرمایند نخستین بیوگرافی رسول 150 سال بعد از ایشان نوشته شده، که نه چنین است. ببینید این کتاب قدیمترین کتب هست، سیرت رسول الله. من بیوگرافی ایشون رو برای شما می‌خوانم، ببینید که فاصله شون چقدر بوده. خدمت شما عرض می‌کنم که و نکته خیلی خیلی مهم اون که هیچ واقعی در تاریخ نبوده است که به دقت اسلام همه دقایقش حفظ شده باشه و به آیندگان عرضه شده باشد. حتی آب دهان انداختن حضرت، یک داستانی اتفاق افتاد، ایشون خواستن برن به مکه، عرض شد که قریش راه ندادن. ایشون قول داده بود به اصحاب که ما حتما میرویم و زیارت میکنیم، اینها مکه رو نذاشتن. مکه، اهالی مکه آدم فرستادن، گفتن ببینیم این محمد چگونه عمل میکنه، چه کسانی همراه او هستن. این نص صریح طبریست میگوید آمد و برگشت، گفت آقا این مرد خیلی قوی شده. گفتن چطور؟ گفت وقتی آب دهان به زمین میاندازد دیگران میلیسن، یعنی تا این حد به او اعتقاد دارن. دقایق زندگی ایشان مد نظر بوده، اعمال و رفتار ایشان جزء فقه، سکوت های ایشان در مقابل جواب ها اینها جزء دستورالعمل در آمده. اگر سوالی از ایشان میشد و حضرتشان سکوت میکردن، این سکوت علامت رضا تلقی میشد و وارد فقه میشد، که هست. بنابراین و اسلام تنها دینی است که اسمش با خودش آمده، این ویژگی هم در اسلام هست. بقیه ادیان و عقاید دیگران نامگذاری کردن، اما این اسلام اسمش با خودش آمده، خودش اسم خودش گذاشته. و این همه شاهدان عینی که بودن گزارش ها کردن، در واقع اصحاب و سابقین به قول معروف و انصار، اینها وقتی که ما میخوانیم فرض و فرمود کار یک مورخ، میگوید از فلان کس و فلان کس، از فلان کس و فلان کس حدیث به ما رسید، که حدیث هم که میدونید به لحاظ نوع بر سه نوع است. باری قدیم ترین تاریخ ها که ما در دست داریم همین سیرت رسول الله است. من بیوگرافی مرد رو میخونم و میخوام به شما عرض کنم که مخلص خدمت شما نشستم اینجا. بنده 11 سالم بوده که پدرم فوت شده، به سال 1957 ایشون 80 سالشون بود، من 11 سالم بود
و در واقع در زمانی که ناصرالدین شاه قاجار به سال 1896 کشته شده، پدر من 18 ساله بوده و وقایع روزگار ناصری رو خوب یاد داشت و اعمال و رفتاری که از ذل السلطان حاکم اصفهان سر زده بود. چندین بار ایشون شاهد کشتن آدم‌ها بوده از توسط جلادان ذل السلطان. وقتی ما بزرگ شدیم و شروع کردیم به خواندن کتاب‌های تاریخ مثل تاریخ مشروطه و تاریخ‌های دیگر، بیداری ایرانیان و ده‌ها تاریخ که برجا مانده، می‌دیدیم که عجب دقیق بود صحبتایی که پدر می‌کرد. در حالی که من در واقع نسل دوم بودم و نسبت ما به محمد، نسبت ما به ناصرالدین شاه خصوص ابتدای جوانی سلطنتش، یه چیزی نظیر نسبت همین ابن اسحاق هست به حضرت رسول. حالا براتون میخونم ببینید. میگوید که ابو عبدالله محمد ابن اسحاق ابن یسار مطلبی اهل مدینه بود و او را یکی از راویان نسل سوم شمردند. پدر بزرگ ابن اسحاق در سال 12 هجری به دست سپاه خالد ابن ولید اسیر شد و از اینا میگذرم و جز اولین گروه از اسیرانی بود که خالد ابن ولید در زمان خلافت ابوبکر به مدینه فرستاد. یسار در مدینه به بندگی قیس ابن مخزمه ابن مطلب ابن عبد مناف در آمد، اما به زودی اسلام آورد و آزاد شد و همونجا ازدواج کرد. سه پسر حاصل این ازدواج بود: اسحاق، موسی و عبدالرحمن، و هر سه از سنین جوانی روایت اخبار مغازی به روایت اخبار مغازی پرداختند و از روایات معتبر و از راویان معتبر شهر بودند. پسر اسحاق محمد در سال 85 هجری در مدینه متولد شد. خب این 85 هجری که متولد شده است، ما بایستی 10 سال بیاریم جلو از نظر نسبت او و حیات حضرت محمد، چون حضرتشان در سال 10 از هجرت وفات یافتند. بنابراین وقتی میگوییم سال 80 هجری، 85 هجری، بایستی ما 10 سال از این کم بکنیم. متوجه شدن؟ اطلاعات زیادی از دوران کودکی و جوانی در دست نیست، اما از قرائن پیداست که او هم به پیروی از پدرش و عموهایش به روایت اخبار مغازی یعنی جنگ ها علاقه وافی نشان میداد و پس از طی دوران تحصیل در مدینه در این رشته تبحری یافت. میگوید و در سال 115 هجری برای ادامه تحصیل به اسکندریه سفر کرد. یعنی چی؟ یعنی در سال 115 این آدم کلی متبحر بوده در کار خودش و در سال 115 هجری که حساب بکنیم 40 سالش بوده این بابا، 40 سالش بوده و فاصله زیادی نداشته است با حضرت رسول. با این حسابی خدمتتون عرض کردم، عرض می شود که برداشته است و تاریخ رسول الله رو، بیوگرافیش رو و همه اینها رو تحریر کرده و به دقت تمام این داستان بنی قریظه رو در اینجا نقل کرده که من میارم خدمتتون و بعد طبری رو میارم. غزو 18 هم میگوید غزو بنی قریظه بود. محمد ابن اسحاق گوید که روز دیگر که لشکر قریش و قطفان به هزیمت رفته بودند و سید باز مدینه آمد، یعنی به سوی مدینه آمد و سلاح از خود باز کرد و بنشست و لشکر اسلام سلاح از خود باز کردند و بنهادند. چون وقت نماز پیشین بود، جبرئیل بیامد و عمامه ای از استبرق در سر داشت و بر استری خنگ نشسته بود، خنگ یعنی سفید، و قطیفه ای دیباج برافکنده بود. بیامد سلام کرد و گفت: یا محمد، سلاح بنهادی و ما که جمع فرشتگانیم هنوز از بحر دشمنان تو سلاح ننهاده ایم و این ساعت از طلب ایشان می آییم، تو چرا سلاح بگوشودی؟ خلاصش اینجا عرض می شود که اینجا سخنانی گفته. پس سید برفت و نزدیک حس فرود آمد، حس یعنی دش، و جهودان را آواز داد گفت: ای برادران کفیان و خوکان و ای دشمنان خدای، بدیدید که حق تعالی شما را خوار و فضیحت کرد
و نقمت و بلا بر شما فرستاد. پس ایشان از بام حصن آواز دادند و گفتند یا محمد، ما هرگز ندیدیم که تو بر کسی سفاهت کردی، یعنی تا را ندیدیم فحش بدی. چرا فحش بدی؟ چرا بر ما سفاهت میکنی؟ این نه عادت توست. و سید در راه چون به بنی قریظه میرفت، جماعتی از مسلمانان دید که نشسته بودند. سید از ایشان پرسید که شما این ساعت هیچ کس دیدید که بگذشت؟ گفتند یا رسول الله، ما دهیه ابن خلیفه کلبی دیدیم که دستاری سعد بر سر داشت و بر استری و بر استری خنگ نشسته. حالا اینم میگذاریم و میاییم سر کشتار اینها و قضاوت رو واگذار میکنند به سعد ابن معاذ. بله، و میگوید بعد از آن و سید دستوری از او بخواست و سید او را دستوری داد. پس گفت حکم من در برای قریظه آن است، یعنی سعد ابن معاذ، که هرچه مردانند جمله بکشند و زنان و فرزندان ایشان برده گردانند و مال ایشان میان مسلمانان قسمت کنند. چون وی این سخن بگفت، سید گفت ای سعد، حکم که تو در بنی قریظه بکردی چنان است که حکم در بالای هفت آسمان بکردند. پس بفرمود تا در بازار مدینه خندقی فرو بردند و جهودان بنی قریظه را یک یک می آوردند و گردن می زدند و در آن خندق می انداختند تا 900 مرد از ایشان گردن بزدند. و بعد از آن حی ابن اختب را بیاوردند تا گردن زنند، که در یهود هیچ کس از وی مهتر نبود و دشمنی عظیم تر از وی نبود سید را و از همه لشکر انگیزتر. چون او را پیش سید آوردند، دست های وی باز کردند که بسته بودند. گفت یا محمد، هیچ پنداش نمی کنم که با تو خصمی نکردم و اون چه جد و جهد بود به جای آوردم و در عداوت تو هیچ فرو نگذاشتم و من از اون نمی ترسم که تو مرا بکشی، که بنی اسرائیل همه بدین راه رفتند و هیچ یکی به مرگ خود نمردند. پس او را نیز بکشتند. بله، اینجا عرض می شود که بعد دوباره می گوید که ایشان بترسیدن و چنین و چنان، تا یک روز مرتضی علی برنشست سوگند خورد که من امروز باز نگردم تا چون حمزه مرا به قتل آوردند و چنین تا چون حمزه مرا به قتل آورند. و همچنین میگوید میآمدند و گفت ای قوم بنی قریظه، امروز یا مرا بکشید وگرنه سوگند خوردم که قلعه شما خراب کنم. و چنین و چنان تا آمده به اینجا در صفحات 281 تا اینجا. و اینجا پس چون مردان بر این قریظه به قتل آوردند، سید بفرمود تا زن و فرزند ایشان غارت کردند و به بندگی فرا گرفتند و مالهای ایشان در میان مسلمانان قسمت کردند. و اول مالی که در میان مسلمانان قسمت کردند مال بنی قریظه بود و سید خمس خود خاص از آن به در کرد و برگرفت. بله، و میگوید و سید خمس خود خاص از اون به در کرد و برگرفت. و از اون روز باز خمس غنائم و خراج آن سنتی گشت در میان لشکر اسلام. و از جمله زنان بنی قریظه سید ریحانه بنت عمرو ابن خناقه برگرفت به خاص خود و در خانه سید می بود و سید او را گفتی مسلمان شو تا تو را آزاد کنم و به نکاح خود در آورم. و به جواب دادی که مرا رها کن تا همچنین در ملک تو می گردم، که هم بر تو آسان تر باشد چون من کنیزک تو باشم و هم بر من. و تا مدتی در خانه سید بود و سید پیوسته او را گفتی مسلمان شو و به همین جواب دادی. و سید در مسلمانی وی عظیم میل کرده بود تا اون وقت که به مسلمان شد. و چون مسلمان شد، سید یعنی حضرت رسول خرم شد. محمد ابن اسحاق گوید که چون سعد بن معاذ از دنیا مفارقت کرد، جبرئیل به در حجره سید آمد اندر نیمه شب و گفت یا رسول الله، کیست که از دنیا مفارقت کرده است؟ امشب در حدر هفت آسمان گشودند و عرش خدا به جنبش در آمده است. از سختی مرگ وی و مشتاق دیدار وی شدند. سید چون این سخن از جبرئیل بشنید، زود به خانه سعد ابن معاذ رفت و دید که وی از دنیا رفته بود. و سعد ابن معاذ مردی بزرگ و فربه بود. این داستانی است که ابن اسحاق آورده است در باب کشتار بنی قریظه. حالا میایم سراغ
تاریخ طبری خدمتتون میخونم. این ترجمه تاریخ طبری است به نام تاریخ نامه طبری، منصوب به بلعمی. بلعمی البته وزیر بود، من فکر نمی کنم بلعمی وقتی این کار رو داشت که بشینه کتاب ترجمه کنه. احتمال زیاد هست که عرض کنم دیگران رو، عربیدان ها بودن در خراسان رو مأمور کردن و به نام ایشان تمام شد. و اینجا این جلد، این مجلد سوم هست، تصحیح و تشریح محمد روشن، که من بارها به این از این کتاب خدمت شما خوندم. میگوید پس خدای عزوجل پیامبر را بفرمود که منشین تا از قضاوت بنی قریظه و جهودان نپردازی. پس دیگر روز پیغمبر علیه السلام بیرون رفت، نماز دیگر چون به در حصار رسید چنین و چنان. بعد آخرش رو میخونم خدمتتون. پس پیغمبر بفرمود تا به میان بازار مدینه چاهی بکندند و پیغمبر علیه السلام بر لب اون چاه بنشست و علی ابن ابی طالب را و زبیر ابن العوام را بخواند و گفت شمشیر بکشید و یک یک را گردن همی زنید و اندر این چاه همی افکنید و کودکان و زنان را عفو کردند الا آن کودکانی را که موی زهار بر آمده بود، که ایشان را نیز بفرمود کشتن. پشت آدم می لرزه. یک کودکان رو گفت ببخشید، جون کسانی که در واقع بر عضو جنسیشون مو در آمده و پیداست که اینا رو عریان می کردن دیگه، یعنی مولا علی و اون زبیر، و جز اینها که می کشتن از قبیله اوس هم چند نفر رو مأمور کردن که اونها هم در کشتن شرکت کنن. اینا رو بچه ها رو عریان می کردن ببینن که در واقع اون صفت ثانویه جنسی در اینها ظاهر شده است یا نه. اونها را نیز بفرمود کشتن. طبری می گوید بله، و الا کودکانی که راک موی زهار برآمده بود، که ایشان را نیز بفرمود کشتن و یک زن را بکشتند و آن زن این بود که از بام حصار سنگ انداخته بود و مسلمانی را بکشته بود و چندی را مردم اصحاب بخواستند از بحر خیش، و مردی بود از یاران پیغمبر نام او ثابت و مهتری بود از جهودان نام او زبیر، و این زبیر ثابت را اندر وقتی به خون آزاد کرده بود به گاه اسیری اندر. پس ثابت زبیر را بخواست و زن و فرزندش را. پس این ثابت پیش زبیر آمد و از حال اهل بیت و کشان بپرسید. هر که زبیر او را نام برد گفت بکشتند. زبیر ثابت را گفت اکنون نیکویی تمام کن، مرا نیز از پس ایشان بفرست که مرا زندگانی از پس ایشان نباید. ثابت شمشیر برگرفت و سر او ببرید. پس خواسته جهودان قسمت کردند و خمس آن همه پیغمبر برگرفت و کنیزکی دیگر، و پیاده را یک بحر بداد و سوار را دو بحر، و سنت این قسمت بر این گونه بمان تا رستخیز. و این اندر ماه ذوالقعده بود به سال پنجم از هجرت. ابن اسیر رو هم بخوانید همین است، سایر کتب اسلام بخوانید همین است، و در این داستان کمتر می شود شک کرد. عرض می شود که این که می فرماید قبایل دائم در جنگ بودن، خیر آقای سروش چنین نیست، نه چنان است که فرمودید. ابن اسیر جنگ های اعراب پیش از اسلام را آورده، نه به اون تعداد بودن، نه اون مایه در اینها کار اینها خون ریزی بود. اگر هم کشته می شدن تنی چند اندک کشته می شدن، هرگز این تعداد جنگ که حضرت رسول کردن، که 33 جنگ کردن ظرف ده سال، هرگز این تعداد جنگ در این مدت کوتاه بین اعراب پیش دور اعراب قبل از پیامبر اتفاق نیفتاد. و می فرمایند که صلح و صفا برقرار کردن، نه چنان است که فرمودید. اینها قبایل را قتل عام کردند. شما می دانید آقای سروش که بعد از مرگ رسول این اعراب از پرداختن زکات تن زدند و ابوبکر 11 لشکر فرستاد به قتل عام عرب، و هیچ کشوری و هیچ جامعه‌ای به اندازه اعراب در مقابل اسلام در واقع مقاومت نکردند. و خالد ابن ولید به قتل عام عرب پرداخت و اعراب منکوب و سرکوب شدند.
صلح و صفایی بین اعراب نیامد دوست عزیز، و بعد هم داستان غارت اموال دیگران شد که البته همه متحد شدند، دیدن منافع اینها در این است که با هم متفق باشند برای غارت. برای غارت راسل میگوید قوه محرکه اصلی پشت سر این فتوحات اعراب اسلامی پلاندر بود. پلاندر یعنی اموال سرقت کردن، اموال سرقت رو بردن، همون که بهش میگوین غنیمت. و برای هر لغت جنایت آمیزی یک لغت اختراع کردن، همون که برای مثلا فرار هجرت، برای گرفتن اموال مردم غارت مال ملت غنیمت، برای تهاجم و خشونت جهاد. عرض میکنم که هر لغتی رو که جنایت آمیز بود یک لغت جدید اختراع کردن که رویه در واقع مقدسی به اون لغت بدهند، و این کار رو هم کردند. بنابراین عرض می شود که این کارها انجام گرفت و صلح و صفایی من نمی دونم که بین اعراب قرار گرفت. خود ایشان به تن خیش در 33 جنگ شرکت کرد و بعدش هم که جنگ ها ادامه یافت، بعد از سرکوبی عرب و قتل مرتدان عرب روی آوردن به مرزهای روم و ایران و بقیه داستان رو که شما میدانید. لازم بود که ما این مطالب خدمتتون عرض کنیم. با درود بر شما و سپاس از سپهر گرامی، تا برنامه دیگر درود مجدد بر شما. زنده باد آزادی، جاوید باد ایران زمین بزرگ.